این هفته ابزارک‌های سگی، خودران سری و ربات ماهنورد. اینجا نمایشگاه اسباب بازی لندنه و همونطور که از اسمش پیداست پر از اسباب بازی هایی که میتونه حتی سر بزرگترها رو حسابی گرم کنه. بریم نگاهی بندازیم به چند تاشون که به نسبت از فناوری های پیشرفته تری استفاده کردن. توی بسته توری اکسپلورر یک صفحه، یک منجنیق، گرز، فضاپیما و تعدادی صفحه مقوایی است که میتونید طبق نقشه ببریدشون و باهاشون ابزار بازی دیگه بسازید. تمام کاری که باید انجام بدیم اینه که گوشی هوشمند یا تبلت خودمون رو به صفحه معرفی، بازی‌ها رو نصب و بازی رو شروع کنیم. هدف از این مجموعه اینه که به بچه‌های بین 6 تا 8 سال امکان جنبیدن و تحرک بده تا جلوی گوشی و تبلت ثابت نشینن و فول بخورن. در حال حاضر 4 تا بازی طراحی شده تا مهارت‌هاشون رو در عین سرگرمی بالا ببره و آموزش ببینن. کریستال چیس یک ماجراجوی فضایی که باید حین بازی موانع رو دور بزنید، جوایز رو درو کنید و با دزدان فضایی شیطانی مبارزه کنید. برای این کار باید فضاپیما رو بالای صفحه نگه داریم و حرکتش بدیم تا فضاپیمای توی گیم هم به تناسبش حرکت کنه. فناوری استفاده شده از سالها پژوهش درباره مغناطیس سنجی در هوافضا به دست اومده. این صفحه ماتریسی 32 مغناطیس سنج سه محوره رو در خودش جا داده که میدان مغناطیسی محیط رو از طریق الگوریتم‌های اختصاصی و بهینه شده اندازه‌گیری می‌کنند. میله نیرو که توی هر کدوم از اسبابک‌های توری نصب میشن در واقع یک آهنرباست. صفحه بازی میتونه از اندازه‌گیری‌ها برای محاسبه موقعیت و جهت آهنربا استفاده کنه و نتیجه رو در بازی بازتاب بده. کی فکرشو میکرد که آزاد کردن یک میمون از قفس، اونم با یک منجنیق آهنربایی، این همه گرفتاری داشته باشه. درست مثل دنیای واقعی، در دنیای بریو مسافرت و حمل و نقل هم وجود دارند. میتونید توی این دنیای کودکانه انواع وسایل نقلیه و حمل و نقل رو انتخاب کنید. اگه دنبال بازی با قطار و راه هم باشید، میشه بخشای مختلف از ایستگاه قطار و سکو گرفته تا دستگاه خرید بلیت رو انتخاب کنید. تا اینجای کار چندان فرقی با بقیه اسباب بازی‌های مشابه وجود نداره. اما بریو از فناوری اسمارت تک استفاده میکنه که لایه‌های دیگری رو به این دنیا اضافه کرده. این فناوری یک پارچه نوع تازه‌ای از تعامل کودک و اسباب بازی رو ایجاد می‌کنه. مثلا انواع درگاه و تونل وجود داره که با گذاشتنشون روی راهن میشه جلوی حرکت قطار رو گرفت، خرابش کرد یا بخشی رو به عنوان تعمیرگاه در نظر گرفت که با رسیدن قطار خراب به اون نقطه تعمیرش کرد. خب دنیای اسباب بازی و نمایشگاهش رو رها کنیم و بریم سراغ کسی که از اسباب بازی های قدیمی چیزای هیجان انگیزی می سازه. ایشون سم بتله. اهالی یوتیوب به اسم مامان ببین من کامپیوتر ندارم می شناسنش. سم روی یوتیوب فعلا نزدیک به 280,000 مشترک داره. روی یوتیوب سازهای موسیقی و اختراعهای دیگه خودشو نشون میده، چیزهایی که اونها رو فقط و فقط با فناوریهای قدیمی میسازه. از ارکستر جنگ ستارگان گرفته تا جاروبرقی آتش افکن و حتی یه گروه کر با این جونورهای فسقلی. اما دیگه چی توی استودیوش داره؟ این در واقع 48 تا دستگاه گیم بویه، مثل یه ارکستر میمونه، مثلا اینجوری. بعدش یکم دستکاریش میکنه و دیگه کیبورد از گیم بوی ها فقط صدا در نمیاره.
یه دوچرخه هم داره که وقتی رکاب میزنی از سینتی سازرش صدا در میاد. حالا داستانش چیه که اینقدر به ابزارهای قدیمی علاقه‌منده؟ به نظرم هم قشنگتر هم به نسبت دستگاه‌های جدید راحت‌تر میشه باهاش ور رفت و تغییرش داد. مشکل دستگاه‌های جدید اینه که معمولاً خیلی ریزن و راحت نمیشه دستگاهشون کرد. فهمیدم چشه. سم بیشتر این چیزهای قدیمی رو به ارزون‌ترین قیمت از ایبی می‌خره. ولی مسئله‌اش فقط هزینه نیست. مثلا همین خودش یه تیکه از تاریخه. این دیوار همش ابزار و وسایل علمی دانشگاهیه. بهترشو ساختن. دیگه اینا به دردشون نمیخوره. این یکی ها مال دهه 1950 میلادیه. واقعا زیباست. 20 پوند میدی یکی از اینا میخری. ضمن اینکه بازیافت و استفاده دوباره هم هست. به جای اینکه بریزن دور و توی زمین چال کنن. نمیدونم. کلا طراحی و مهندسی کلاسیک یه چیزی داره که برای من خیلی جذابه. فرستادن سطح‌نورد به کرات دیگه بسیار پرهزینه است و حتما میدونید که قبل از این که این وسایل رو بفرستن به سفر فضایی باید به اندازه کافی روشون آزمایش انجام بشه تا مطمئن بشن که درست کار میکنه. سری بزنیم به صحراهای خشک کالیفرنیا و رباتی رو ببینیم که قراره در آینده روی ماه گردش کنه. این سرزمین خشک و سوزان و غریب بیشتر به سیاره‌های دیگه می‌خوره، ولی در واقع یکی دو ساعتی شمال لس آنجلسه. به این منطقه میگن کوسو رنج. حدود 500 هزار سال پیش در اثر چندین فوران آتش فشانی ایجاد شده. اون موقع از اینجا رودخونه رد می‌شده. به همین خاطر هم این چشمنداز عجیب و شگرف ایجاد شده. میدونم اینجا کالیفرنیاست، ولی سعی کنین فرض کنین یه جای دیگه است. می‌خوام فرض کنین من الان دارم روی سطح ماه راه میرم. برای اینکه فناوری که امروز اومدم اینجا ببینم قراره در سالهای آینده و پیش از یک عملیات بی سابقه فضایی در دهه آینده آزموده بشه. عملیاتی که اگر به ثمر بنشینه اطلاعاتمون در مورد ماه خیلی بیشتر از امروز میشه. این تیم مال آزمایشگاه معروف جت ناساست. ایشون هم اکسله. رباتی که ممکنه یک روز بخشهایی از ماه رو بگرده که میلیاردها ساله که دست نخورده باقی مونده. روی ماه حداقل 10-12 تا غار عظیم هست. غارهایی که به خاطر فوران آتش فشانی ایجاد شدن. مواد مذاب جریان پیدا کرده و سریع جامد شده و زیرش خالی مونده. در نهایت بخشهایی از اون سطح مذاب منجمد مثل یک گودال فرو ریخته. قراره اکسل بره توی این گودالها و لایه‌های سنگ زیر سطح رو بررسی کنه. فقط این نیست. اکسل ممکنه بتونه مناطقی رو روی ماه پیدا کنه که برای سکونت نسبتاً طولانی پژوهشگرها مناسب باشه. اما قبل از اینکه این رویاهای آینده نگرانه محقق بشه، باید اکسل رو همینجا در کالیفرنیا حسابی امتحان کنن. این طراحی خاصی که می‌بینید، یک کاوشگر دوچرخه است که می‌تونه در حالت سر و ته یا افتاده به پهلو هم کار کنه و این نکته خیلی مهمیه. برای اینکه در سطوح بسیار ناهموار هر شی متحرکی ممکنه چپه بشه و باید بتونه به حرکتش ادامه بده. نکته دیگه‌ای که شاید توجه کرده باشین اینه که فرمون نداره. دلیل اینکه دوچرخ داره اینه که بتونه در جهات مختلف حرکت کنه، یعنی هم عقب و جلو میره هم دور میزنه. طبعاً قرار نیست اکسل رو اینجا توی پارکینگ امتحان کنیم. باید بریم 300 متر اونورتر و متاسفانه تنها راهی که میشه ایشون رو تا اونجا برد اینه که بغلش کنیم. معلومه این تیم کارش رو بلده. همین ها بودن که کاوشگر مریخ رو به سطح کره سرخ رسوندن. سفر به ماه به نظر کوتاه‌تر و ساده‌تره. ولی اگر بشه زیر سطح رفت، ممکنه رمز و رازهای مهمی برملا بشه. مشخصا می‌خوایم بریم سراغ این گودال در منطقه‌ای که به دریای آرامش معروفه. اونجا رو تازه چند سال پیش کشف کردن. بعضی از چاله‌های روی ماه، چاله‌های عادی که بر اثر برخورد اجرام آسمانی به وجود میان نیستن. چاه‌های عمودی و بسیار عجیبی هستن. که هیچ کس درست نمیدونه چه جوری درست شدن. چیزی که میدونیم اینه که روی جداره این گودال‌ها حجم عظیمی تاریخ زمین شناسی نامه. قرار اکسل رو با یک کاوشگر به سطح ماه بفرستن. کاوشگر 2300 متر دورتر از گودالی که میخوان مطالعه کنن فرود میاد. اکسل با یک کابل به کاوشگر وصل میشه. با این کابل هم برق بهش میرسونن هم دستورات رو منتقل میکنن.
ضمن اینکه به عنوان تناب هم عمل میکنه. در نتیجه اکسل میتونه توی گودال بره پایین و اعماق ماه رو بررسی کنه. البته امروز کاوشگر مربوطه اینجا نیست. در نتیجه اکسل رو به یه سنگ بزرگ بستیم. واقعا کار سختیه. اگر درست بسته نشه ممکنه اکسل بیفته اون پایین روی صخره ها. فرایند آرام و طولانی و پر استرابیه. چند جا هم اکسل توی این فضای خیلی ناهموار و نامساعد به مشکل برخورد. ولی در نهایت عملیات انجام شد. اکسل تونست از مسیرش روی لبه صخره پایین بره. هرچند که کل داستان روی زمین بود نه ماه. این اولین بار خواهد بود که یک کاوشگر با تناب حمایت یه ربات دیگر رو خارج از زمین نگه می‌داره. اگه بتونیم این فناوری رو جا بندازیم و بهش مطمئن باشیم، بعد میشه به جاهای دیگه مثل مریخ فکر کرد. البته رسیدن به مریخ سخت‌تره، ولی پرسش‌های مهم زیادی داریم که باید پاسخ داده بشه. اگر این عملیات موفق بشه، دنیایی از فرصت‌ها به روی اکسل گشوده میشه. این هفته عربستان سعودی متهم به هک کردن تلفن جف بزوس بنیانگذار میلیاردر آمازون شد. گفته میشه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یک ویدیوی رمزگذاری شده را از طریق واتساپ به او فرستاده. عربستان سعودی این اتهام را رد میکند. این هم مشخص شد که از زمان ایجاد مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات یا GDPR در سال 2018 اتحادیه اروپا 126 میلیون دلار جریمه صادر کرده. نهادهای ناظر بر این مقررات در فرانسه، آلمان و اتریش سنگین ترین جریمه ها را تا کنون صادر کردند. سونوس شرکت تولید کننده بلندگوی بی سیم اعلام کرد که پس از این نسخه های قدیمی بلندگوهاش به روز رسانی نمی کنند. مدل های بریج، زون، پخش کننده از راه دور CR200 و بلندگوی اولیه پلی 5 همه از ماه مه به بعد قابلیت بروز شدن نخواهند داشت. این یک پرنده است یا یک هواپیما؟ بله یا نه؟ این یک پیجن بات یا کبوتر روباتیک است. پژوهشگران در دانشگاه استنفورد این پرنده روباتیک با استفاده از پرهای واقعی یک کبوتر ساختند. آنها معتقدند که یافته هایشان بتواند در آینده برای طراحی بال هواپیما الهام بخش باشند. آیا حاضرین با مسافران دیگه سوار یک خودروی بدون راننده بشین؟ اگر خودرو بدون فرمان باشه چی؟ شرکت کروز که زیر مجموعه جنرال موتورز است، خودروی اوریجین را ساخته که پدال پا و آینه عقب هم ندارد. سازندگان این خودرو از جمله هوندا گفتند که امیدوارند خودروهای برقی اشتراکی بتواند به کاهش دود اگزوست، ترافیک و تصادفات کمک کنند. و سرانجام، آیا زمان زیادی را با تلفن هوشمند خود صرف می‌کنین؟ پیشنهاد گوگل این است که گوشی خود را در یک پاکت بگذارین. پاکت گوگل یا گوگل انولوپ اپلیکیشن است که با یک روکش کاغذی کار میکنه که میتونین در خانه چاپش کنین. این دو با هم میتونن دستگاه شما را تا حد گم کنند که فقط بشه با گوشیتان زنگ بزنین یا کسی که زنگ زد جواب بدین، یا اینکه تبدیل به یک دوربین عکاسی فیلمبرداری بدون صفحه نمایش بشه. این پاکت فعلا فقط روی گوشی پیکسل 3A کار میکنه. موزه ویکتوریا و آلبرت در شهر داندی این روزها میزبان نمایشگاهی که توش همه چی پیدا میشه، از هوش مصنوعی تا تشخیص چهره. موزه داندی به جز پاسداشت گذشته به آینده هم توجه داره. تصور بیشتر آدم‌ها از ربات بر مبنای تصورهایی که در فیلم‌های علمی تخیلی دیدن شکل گرفته، حالا یا توی سینما یا تلویزیون یا حتی بازی کامپیوتری و موسیقی. ولی ربات‌ها از اونی که عموم مردم فکر می‌کنن واقعی‌ترن. الان اغلب بچه‌ها با چیزهایی مثل سیری یا آلکسا یا دستیارهای هوشمند دیگه بزرگ میشن و تصور من اینه که هر چی جلوتر بریم این ماجرا بیشتر میشه، یعنی حضور و کمک ربات‌ها در زندگی ما و بچه‌هامون بیشتر میشه. به جز این حضورشون در زندگی روزمره‌مون هم پررنگ‌تر میشه. اسم نمایشگاه داندی رو گذاشتند طراحی بین انسان و ماشین. به نظرم نباید فکر کرد ربات ها قراره بیان شغلهای ما رو بگیرن. به نظرم آینده یه مقدار مثبت‌تر از این هاست. الان ما یه ساختار فوق‌العاده‌ای مخصوص موزه ویکتوریا و آلبرت در شهر داندی سفارش دادیم که ایدهش اینه که انسان و ربات با همکاری هم یک چیز درخشان بسازن و تصور من اینه که این بیشتر به آینده ما شبیهه. یعنی کمی از اون چه تصور میکنیم کمتر منفیه. در سالهای اخیر داندی یکی از قطبهای صنعت دیجیتال شده. اسم این شهر با بازیهایی مثل لمینگز،
گراند تف اوتو و ماینکرافت عجین شده. ما مفتخریم که داندی از نظر تعداد بازی نویس ها نسبت به کل جمعیت اولین شهر دنیاست. این مسئله چند علت داره. روندی است که از دهه 80 میلادی آغاز شده. اون موقع خیلی از ما روی اسپکتروم های سینکلر که از قضا توی داندی تولید میشد برنامه نویسی میکردیم. چون کارخونه همینجا بود. میشد دستگاهی را که یک نقص کوچک پیدا کرده بود زیر قیمت مغازه خرید. در اون دوره بازی‌های محشری در این شهر تولید شد و انگیزه ای شد برای خیلی از ما که شرکت‌های خودمون رو راه بندازیم. اولین مدرک دانشگاهی در رشته بازی کامپیوتری در سال 1997 در دانشگاه آبرتی ارائه شد. در حال حاضر یک آزمایشگاه پژوهشی تو این دانشگاه است که توش بازی‌های تجربی و خیلی باحال می‌سازند که از جهات مختلف مرزهای بازی‌های کامپیوتری رو جابجا می‌کنند. این بازی که اسمش اسمبلی یا خط تولیده رو دکتر مونا بازداگ طراحی کرده. داستان بازی در سال 1981 در داندی می‌گذره. هزاران زن کارگر در کارخونه تایمکس اولین کامپیوترها یعنی اسپکتروم ZX و ZX81 رو می‌سازند. کامپیوترهایی که دنیای بازی کامپیوتری رو برای همیشه عوض کرد. شاید بهترین توصیف برای این بازی تاریخ زنان باشه، برای اینکه با روایت موجود از تاریخ تفاوت داره. زنان در تاریخ صنعت بازی‌های کامپیوتری چهره‌های نامرئی بودند و این زنان بودند که اولین کامپیوترها رو تولید کردند. ابزارک ها و فناوری های متعددی برای ما انسان ها ساخته شدن تا زندگی ما را آسان تر کنند. اما در سالهای اخیر شاهد پیشرفت فناوری برای حیوانات هستیم، به خصوص اونایی که همدم و دوست ما انسان ها هستند. لارا لینگتون رفته سراغ برخی از فناوری هایی که ویژه سگ ها طراحی شدند. این راستیه. طول سگ اهل فناوری که عادت داره ازش فیلم بگیرن و وقتی تو خونه است از راه دور با موبایل براش قاقالیلی بریزن. یکی از اولین چیزایی که برای راستی خریدیم فکر کنم قبل از اینکه خودشو بخریم فوربو بود. فوربو تمام وقت از راستی فیلم میگیره. پارس کنه خبر میده، ناله کنه خبر میده. وقتی میخوابیم بهش قاقالیلی بدیم هم یه دکمه رو فشار میدیم و براش میریزه. میخوای چند تا چیز رو امتحان کنی؟ فکر کنم گفت آره. امروز راستی دستیار خوشگل پشمالوی منه. میخواد با من دستگاه جدید رو امتحان کنه. ویکت بال یه توپ باتری داره که حرکت میکنه. میلرزه و وقتی باهاش بازی میکنی متناسب با حرکت رنگش عوض میشه. به درد جلب توجه و جواب گرفتن از حیوان خونگی میخوره. هر وقت با دهنش بر میداره میبینم بین دندوناش داره میلرزه. یکم میترسم. موقعیتی ها برای سگ ها چیز تازه‌ای نیست، ولی به تدریج دارن کوچکتر و سبکتر میشن. جوی بیت ضد آبم هست. باتریش هم از بعضی از مدل‌های مشابه بیشتر کار میکنه. علاوه بر این میشه براش یه محدوده جغرافیایی تعریف کرد که اگه حیوان از اونجا خارج شد به صاحبش خبر بده. چقدر به درد میخوره باید از کامیلا پرسید. اینکه جی پی اس و موقعیت یاب داره خیلی خوبه. کوچیکم هست ولی به جز این چیزی نداره. اگه مثلا فعالیت رو هم اندازه میگرفت خیلی خوب بود. ولی خیلی دقیقه. هر بار من امتحان کردم جای دقیق رو گفته. ولی خب بیشتر وقتا نیازی بهش نیست چون آدم میدونه سگش کجاست. ولی اگه کسی سگش رو بدزده و این بهش باشه خب قطعا خیلی مفیده. رصد کردن حیوانات خونگی هر روز پیشرفته تر میشه. الان به جز موقعیت میشه فعالیت و حتی رفتارشون رو هم رصد کرد و دید که این دو چه نسبتی با هم دارن. تو که البته خیلی خوش اخلاقی نه؟ انیما فعالیت و رفتار حیوان رو میسنجه. تعداد قدمایی که راه رفته و ساعاتی رو که خوابیده ثبت میکنه. به جز اون به صاحب سگ نشون میده که سگش چقدر پارس کرده یا خودش رو تکون داده یا خارونده. الان که آرومه ولی به نظر میرسه امروز به اندازه کافی فعالیت کرده. البته اقلا باید اطلاعات مربوط به یک هفته فعالیتش رو داشته باشین که بشه نتیجه به درد بخوری گرفت. نکته منفیش اینه که باید شبا هم تو گردنش باشه و من شخصا دوست ندارم راستی شبم قلاده داشته باشه. به نظرم میاد امن نیست.
خلاصه اینکه به نظر میرسه مفید بودن ابزارهای مختلف خیلی به عادتهای سگ و صاحبش بستگی داره. ولی یه چیزی که با قاطعیت میشه گفت اینه که خود من هم اگه بخوام همچین چیزی دستم بگیرم باید یکم آموزش ببینم. راستی اگه میخوای باد بازی کنم باید یه لحظه ولش کنی که منم بتونم بردارم. خودروسازان و شرکت‌های حمل و نقل در تلاشند تا هر روز بیش از روز قبل خودروهای خودران رو فراگیر کنند. معمولاً صحبت از خودروهای خودران که میشه فکر میره سراغ امنیتشون. کمتر کسی هست که به سرعتشون فکر میکنه، اما حالا به لطف دن سیمونز همکارمون میتونیم سریع‌ترین خودروی خودران رو بررسی کنیم. امسال سال عجیبی بود. رو هر چی دست گذاشتیم گفتن قراره خودکار بشه. چشم به هم بزنی میبینی دیگه ماشین خودت رو هم نمیشه برونی. شغلت رو هم میگیرن میدن به ربات. واقعا گندش رو در آوردن. میگن یه ماشین بیراننده به اسم روبوکار ساختن که اگه با ماشین مسابقه‌ای که راننده داره کورس بذاره میبره. جلال خالق. حالا آوردنش اینجا توی بزرگترین پیست اتومبیل رانی بریتانیا. ببینیم و تعریف کنیم. روبوکار با ماشین‌های بیراننده معمولی فرق داره. جای سرنشین که نداره هیچ، حوصله چراغ قرمز و چهارراه و این جور چیزا هم نداره. فلسفه وجودیش فقط یه چیزه، سرعت. روبوکار هم مثل ماشین‌های بیراننده معمولی تعداد زیادی حسگر داره. لیدار و رادار و نرم افزار تشخیص تصویر که بتونه با سرعت بالا حرکت کنه. ضمن اینکه نیروی جاذبه پسینی و چسبندگی سطحی رو هم اندازه میگیره. در نتیجه هر چی بیشتر میگذره تندتر میره. مشکل امتحان کردن روبوکار با آدم و ماشین اینه که جای نشستن برای آدم نداره. در نتیجه برای اینکه منصفانه قضاوت کنیم آدم بهتر میرونه یا هوش مصنوعی، باید با مدلی امتحان کنیم که جای نشستن داره. این مدلیه که خودشون برای امتحان کردن نرم افزار استفاده میکردن. اسمش دوبات توه. سر دوبات وان چی اومده خدا میدونه. اول یه دور دستگرمی رفتم. بعد رفتیم برای مسابقه. امیدوارم یه جور برم که آبروی تیم آدم ها نره. اوکی. بریم ببینیم چی میشه. برای رعایت مسائل ایمنی ماشین رو دستکاری کردن که بالای 100 کیلومتر در ساعت نره، چه برای من چه برای هوش مصنوعی. ولی شتابش خیلی زیاده. بعدم وقتی 5 سانت بالای آسفالت باشی همون 100 کیلومتر هم خیلی زیاده. نزدیک بود برم روی جدول. سر پیچ باید یک کم آرومتر برم. پیچ آخر رو با سرعت تمام رفتم ولی با فاصله از لبه. باید ببینم آخرش این به نفعم میشه یا به ضررم. حالا نوبت هوش مصنوعی که برونه. اوه 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 را افتاد. یا خدا چجوری ترمز میکنه؟ تا ثانیه آخر با همون سرعت میره. هم ترمزش ناگهانی بود هم فرمون دادنش. کاری به دل و روده من نداشت. ببینم تندتر از من رفت یا نه. چی شد؟ دیو بات 1.31.68. شما 1.28.53. 1.28.53 سه ثانیه سریعتر رفتم؟ بله. اوه اینه پیروزی انسان بر ماشین. دست همگی درد نکنه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه‌های قبلی ما اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد و موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.